امروز به شما برترین بازیگران زن در کشور ترکیه که توانستن در سال 2019 خوش به درخشان را معرفی میکنم. هاند دوغاندمیر بازیگر جوان خوش‌آتیه تلویزیون ترکیه که به علت ایفای نقش زینب در سریال ترکی در انتظار آفتاب در میان ایرانی ها محبوب گردیده است، در تاریخ 22 نوامبر 1985 در آنکارای ترکیه متولد شد. وی که در ابتدای کار به بازی در تیزرهای تبلیغاتی مشغول بود، با پیشنهاد شبکه TRT ترکیه برای اولین بار در سال 2011 در سریال غم و اندوه پا به دنیای حرفه‌ای بازیگری نهاد. هاند دوغاندمیر فارغ التحصیل رشته جامعه شناسی از دانشگاه تاریخ و جغرافیایی آنکارا است. او همینطور در دانشگاه لیل فرانسه در رشته زبان نیز تحصیل کرده است. هاند در سال 2013 با ایفای نقش زینب در سریال انتظار آفتاب توانست برای نخستین بار به عنوان بازیگر نقش اول در یک فیلم یا سریال بازی کند. سرنای ساریکایا بازیگر و مدل حرفه‌ای ترک و صاحب جایزه دوم دختر شایسته ترکیه در سال 2010 می باشد. به گزارش پارسناز، این سن ستاره جذاب در سال 1991 در ترکیه متولد شد. بازی در سریال عمر گل لاله و جزرومت باعث شناخته شدن وی در سطح جهانی شد. او با بازی در این دو سریال دو تندیس پروانه طلایی کسب کرد که معتبرترین جایزه برای یه بازیگر اهل ترکیه به حساب می آید. علاوه بر بازیگری، سرنای چهره تبلیغاتی برندهای مشهور ترکیه است. او در سال 2014 برترین بازیگر زن شناخته شد و توسط JQ تندیس دریافت کرد. سلن سویدر در 26 دسامبر 1986 در ازمیر ترکیه به جهان آمد. او 54 کیلوگرم وزن و 178 سانتیمتر قد دارد و جزو مدل‌های حرفه‌ای ترکیه قلمداد می‌شود. در سال 2007 توانست دختر شایسته ترکیه شود و در مراسم دختر شایسته کشور چین نیز شرکت کند. سلن سویدر در حال حاضر در رشته روابط بین‌الملل در دانشگاه تحصیل می‌کند و علاوه بر بازیگری به عکاسی و نویسندگی نیز علاقه دارد. او با بازی در سریال شمیم عشق و عمر گل لاله به اوج شهرت رسید. برجو بریجیک یکی از بازیگران اهل کشور ترکیه است که در سال 1989 در المالی متولد شد. وی فارغ التحصیل رشته باستانشناسی از دانشگاه اژه است. او در سال 2006 به عنوان ملکه مدیترانه مسابقه زیبایی آنتالیا برگزیده شد و پس از آن کار حرفه‌ای خود را در کارآموزی تئاتر شهر بورنوا شروع کرد. او به عنوان یکی از زیباترین بازیگران ترکیه سال 2019 شناخته شد و حال در طرح‌های سینمایی زیادی فعالیت دارد. اویکو کارایی بیشتر به خاطر چشم‌های جذاب و گیرایش شهرت دارد. او در استانبول در سال 1990 متولد شد و در زمان نوجوانی پس از یک آموزش کوتاه در تئاتر در سال 2007 وارد دانشگاه دولتی هنر و تئاتر استانبول شد. او ابتدا کار خود را با تئاتر شروع کرد، اما تدریجی توانست موفقیت‌های بیشتری را کسب کند. اویکو کارایل در سال 2011 پیروز شد برای بازی در چیزهای خوب برای مهمانی، دو جایزه استعدادهای درخشان جوان و جایزه مخصوص افسس را از آن خود کند. در میان سریال‌های او نیز بازی در سریال کاراپارا آشک و همینطور نقش جمره در سریال کوزیگونه شاخص‌تر از کارهای دیگرش بوده است. جان سودره در 14 اکتبر 1980 متولد شد و حال جزو یکی از مدل‌ها و بازیگران معروف ترکیه به حساب می‌آید. او تحصیلات ابتدایی و متوسطه را در ازمیر فرا گرفت و در رشته باستانشناسی از دانشگاه استانبول فارغ التحصیل شد. او کار در تلویزیون و سینما را از سال 2004 شروع کرد و بین سال‌های 2006 تا 2008 نقشی برجسته در مجموعه تلویزیونی سیلا داشت. بعد از آن با همکاری کنان امیرزالی اغلو در فیلم The Last Ottoman Yandim Ali به شهرت رسید. او توانایی های زیادی در بازیگری دارد، به طوری که در نقش های گوناگونی از کمدی گرفته تا نقش های جدی هنرنمایی کرده است.
هازل کایا در یک خانواده طبقه بالا در شهر قزوین‌تاب ترکیه در 10 اکتبر 1990 به جهان آمد. او در دبیرستان ایتالیایی در استانبول درس خواند و در سال 2009 فارغ‌التحصیل شد. پدر و مادرش هر دو وکیل هستند و وقتی او 7 ساله بود از هم جدا شدند. او به عنوان یک کودک 7 ساله که ویولون و باله می‌آموخت به دنیای هنر وارد شد. هازل کایا نخستین نقش مهم خود را در سریال گنجو ایفا کرد و پس از آن در سال 2008 در سریال عشق ممنوع در نقش نیهال زیاگل ظاهر شد. وی بخش عمده ای از محبوبیت خود را مدیون بازی در سریال بسیار موفق اسمش را فریها گذاشته می باشد. هازل کایا پس از 2 سال عدم حضور در تلویزیون در سال 2017 با سریال حکایت ما که برگرفته از مجموعه تلویزیونی بی‌شرم است بار دیگر به تلویزیون بازگشت. برگزار کورل زمان کودکی خود را در اولوس منطقه نزدیک بشکتاش استانبول گذرانده است. او در رشته تئاتر در دانشگاه هنرهای زیبایی معماری تحصیل کرده است. کورل با فیلم سینمایی آشیانه گورکا فعالیتش را شروع کرد و در سال 2006 با بازی در فیلم 1001 شب مطرح شد. فیلمی که نه تنها در ترکیه بلکه در کشورهای عربی و اروپای شرقی نیز طرفداران زیادی پیدا کرد. او همینطور در یک قسمت از فیلم حریم سلطان به عنوان بازیگر مهمان به ایفای نقش پرداخت. از سال 2012 تا ژوئن 2015 در سریال کارادایی در نقش فرید شادوغلو بازی کرد که برای بازی در این سریال جوایز متعددی کسب کرد و شهرت و محبوبیتش چند برابر شد.